و اون بیت اینه که میگه که من در صحرای اندیشه داشتم سیر میکردم، یک تن دیدم یک بسیار، یک قصه دیدم یک دریا. و بعد اسم اون قصه خوبی بود، اسم اون دریا بدی بود. بعد دیدم که اون قصه خیلی شجاع و گستاخ بدون حراس داره میره به طرف ابدیه، ولی اون دریا داره میگرده میلرزه و مسترده، میخواد که یه جا قیم بکنه. این آخر حرفش که خوبی یک قطرش در یک دریای بدی غلبه میکنه. چرا؟ برای اینکه خوبی از جنس نوره و بدی از جنس ظلمت. شما اگر هزار ظلمات باشه یه جایی، یه دونی کبیت که بزنی میره نقل، منظوم یه دونی کبیت میره نقل، اینکه از جنس نوره. نزنیم در اونجا که در همون مقدمه مختم الاسرار که چه اسرار توحیدی گفته که در اول خسرو شیرین یه دوستی داشته، میاد بهش میگه که تو که استاد توحید بودی چرا الان میخوای داستان خسرو شیرین بگی؟ نمیدونه که خسرو شیرین هم داستان توحیده. از یه خواهی میتونم خسرو شیرین لیلی و مجنون همین یه دختری بوده، یه دوستی ما داشتیم، میگفتش که یه وقت زنگ زد به من خانم، گفتش که آقای دکتر این یه دوست ما، من نصیحتش کردم، گفتم که تو وقتی به بطالت میگیری بشین ادبیات بخون، لیسانس بگیر، لیسانس داشت، فوق لیسانس بخون، دکترا بگیر. الان دکترا خیلی معروفه، حالا اسم میبرم، مشغول تدریس و انتظار استاد ادبیات. خانم زنگ زد که آقای دکتر این عباس ما خود شما نصیحتش بکنید. گفتم چی شده؟ حالا شما بهترین که دیگه این سن و سال نمیخواد که لیلی و مجنون خود میسیم بخونه، یعنی نگران شده بود که این لیلی و مجنون بر چی داره میخونه، چه خبر شده. لیلی و مجنون همه تون بخونید ولی نداره. چرا؟ لیلی و مجنون خسرو شیرین هم دنباله مختم الاسراره، همه توحیده. یعنی نکنید که داستان یه دختر ارمنی بوده. اینجا نظامی میگه که چراغی بر کلیپای نهادم، چقدر تعبیر قشنگه. میگه من یک چراغ بشم آوالا آبیزی کردم به کلیپا، چراغ رای شما رو که روشن میکنه، که چراغه تو چراغش نگاه کن، چراغ از قبله ترسا جدا کن. دوری بر جرف دریایی نهادم، چراغی بر کلیپای نهادم، تو دور بردار و دریا رو رها کن، چراغ از قبله ترسا جدا کن. این که خود روشیرین در واقع میگه که مثلا اصال اول ساختن و زود چرب و شیرین ینگیستن به خسرو و شیرین در آمیستن، یعنی همه یه نفایت مثلا اصال در بردن خسرو و شیرین داشت گرفتن. پس خسرو این کتاب توحیده. حالا در مثلا اصلار که واقعا مخزن الاسرار و گنجینه لطائف عرفانی هست، ایده که همون پیش وجود همه آیندگان، بیش بقای همه پایندگان، مبدع هر کسی که جودیش هست، مخترع هر که وجودیش هست، روشنی دیده تاریک عقل، محرکش رشته باریک عقل. یعنی عقل آدم وقتی خیلی باریک میشه، خیلی باریک میشه، به جواهرات میشه، بگه اون جواهرات میشه. یعنی اگر خیلی دقیق بشی در مسئله، اگر دقیق نشی مثل تناب که بسی تناب کسی جواهر نکنی. ما فکر اون اینقدر زمخته لطیف نمیشه، وقتی لطیف شده باریک باریک شد، اون وقت خداوند که بازم جواهرات میشه کسی. یعنی از انسان بگوشیم، انسان گفتش، گفتن این اندیشه ها که جنید گفت I just come from God. فقط من این باریک کردم، ذهنم آماده کردم برای اینکه اون جواهر بیاد، یعنی این توی این قرار بگیر. روشنی دیده تاریک عقل، محرکش رشته باریک عقل. بعد میگه که چشمکش هر چه در اون زندگی پیش خداوندی او بندگی. تمام بحث دیالکتیک که میگه که آقا این عالم یک چشمکش دائمیه، یک چشمکش دائمیه، عالم جنگه و موجودات همینطور چشمکش میکنن، ولی این کشمکش هر جنگی باعث پدید آمدن یه شیء ثالث میشه. دو چیز با هم دعوا میکنن، نتیجهش میشه شیء سوم. اون شیء با یه چیز دیگه دعوا میکنه، هم تو دعوا میکنه و اینا میرن به طرف خدا، یعنی به طرف کمال حرکت میکنن. یعنی جنگ کنن دارن میرن به طرف خدا. حالا نظامی رو میبینیم، اولا صلح بده، جنگ نکرده، کشمکش هر چه در اون زندگی، یعنی هر چی میبینی داره کشمکش میکنه پیش خداوندی او بندگی. من همشون دارم بندگی میکنن، هر کسی به نوع خودش داره بندگی میکنه. الان تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض
میدونی که خداوند همه دارن سجده میکنن او رو، مکاسمنن و مکرزمینن. بعد میفهمید که و شمس و القمر و نجوم آسمان زمین و جبال و بحر متاسفانه و میگه تفسیر رو منن ناس ناس رو همه شون نمیده و تفسیر رو منن ناس، یعنی از آدمی زادم عده زیادشون سجده میکنن ولی بقیه رو همه شون میگه که سجده دارن میکنن. بنابراین این کشمکش هر چه در روی زندگی پیش خداوندی او بنده است. به مصراق سنائی ای درون پرور برون آراز، ای سرد بخش این سرد بخشاز، نه به لا یعمن از تو سیم شدیم، نه به لا تقنسی دلیر شدیم. اگه بگیم لا تقنسی گستاخ نشیم بریم گناه بکنیم، گفتی که آقا معیوس نشیم گناه، نه به لا تقنسی دلیر شدیم، نه به لا یعمن اونجا که گفتی که کسی ایمن نیست از نفس خداوند، اونجا هم نه